درود بر دوستان گرامی و امیدوارم که بتونیم گفتار مفید و سازنده و خوبی با همدیگه داشته باشیم. البته من قصد داشتم برای مدتی فعالیت نداشته باشم در این فضای مجازی و با توجه به برنامه هایی که ارائه دادم و از نوع برخورد و استقبالی که دیدم احساس کردم که این برنامه ها شاید برای دوستان خیلی مفید نیستش و اون کارایی لازم رو نداره و اون بار لازم رو به نظرم نداره و احساس میکنم که اکثر مخاطبین و علاقمندان موسیقی به فضاهای دیگری انگار در این روزها نیاز دارن، دوست دارن مثلا برنامه ها براشون نمایشی تر باشه، جذاب تر باشه، شاید دوست دارن مثلا حرکات محیرالعقول بیشتری ببینن در حین اجرا، حرکات سر و گردن ببینن، نمیدونم، شاید نیاز واقعا الان نیاز روز جامعه ما شاید این باشه و من به نسل جوان بسیار احترام میذارم و اصلا ما به خاطر مردم و به خاطر مخاطبین علاقه من داریم فعالیت میکنیم و با عشق و انگیزه به اونها داریم فعالیت میکنیم. ولی پرسش که مطرح میشه برای حداقل من این هستش که آیا درون مایه و ساختار و محتوای موسیقی جدی ما یه همچین حرکاتی هستش و یه همچین مخاطبانی و آیا اصلا این نوع موسیقی سازگار با این نوع ارائه و این سبک از اجرا هستش؟ اینی که بعضی از نوازنده‌های ما به یک سری نمایش‌های بی‌محتوا، حرکات محیرالعقول و حرکات سر و گردن، جلف بازی، نمیتونم واقعا آیا اینها جذابه برای مخاطبین؟ این اجراهایی که الان این روزها می‌بینیم توی شبکه‌های ماهواره‌ای می‌بینیم، توی این برنامه‌هایی که حالا تهیه کننده های آنچنانی داره، یه سری گروه ها رو دعوت میکنن، لندن هست، استکهلم هستش، نمیدونم کلن هستش، یه سری شهرهای اروپایی که حالا ایرانی ها بیشتر هستن استقبال میشه، به خصوص لندن. اجراهایی که میبینید آیا واقعا اجراهای زیباییه، اجراهای پرمحتواییه و آیا واقعا اون شأن و منزلت موسیقی ایرانی رو در هر نوع خودش داره بیان میکنه؟ من هر نوع میگم منظورم پاپ هستش، منظورم موسیقی راک هستش، موسیقی ردیف و دستگاهی هستش، موسیقی محلی هستش، انواع موسیقی هایی که در سرزمین ایران در جای جایش به قول معروف رایج هستش. آیا واقعا برنامه‌ای که داره ارائه میشه از لحاظ کیفیت و محتوا تو هر یک از این سبک‌هایی که داره ارائه میشه در شأن اون شیوه ها و اون سبک‌ها هستش؟ افرادی که وارد اون هیته‌ها شدن آیا از اون استانداردهای حتی اولیه برخوردار هستن؟ سازشون آیا کوک هستش؟ آیا اصلا محتوا یا مطلبی رو به عنوان موسیقی، به عنوان جمله بندی، به عنوان ساختار دارن به شما ارائه میدن؟ بنابراین چجوریه که بی محتوا ترین مسائل ارائه میشه؟ در حد معذرت میخوام پایین کشیدن شلوار در کنسرتی که همین چند روز پیش در شهر استانبول انجام شد و دیدیم صدها هموطن ما واقعا انگار مثلا متحیر شدن از این ماجرا. حالا من اصلا به درون مایه و اون محتوای اون و برنامه ها کار ندارم و واقعا نمیدونم آیا این حرکات واقعا نیاز جامعه امروز ما هستش، یعنی جوانان ما انقدر الان دچار مشکلات هستن که با فرض یه همچین حرکتی مثلا الان دیگه به خواسته هاشون میرسن. پس اون پیش زمینه فرهنگی ما چه میشود؟ ادبیات ما چه می شود؟ آیا ادبیات ما با بودن حافظ و خیام و سعدی و فردوسی و بسیاری دیگر این هستش که از این واژگان، از این الفاظ چارواداری و به قول معروف پایین شهری و پایین خیابونی استفاده بکنیم در حین اجرای مثلا آثار هنری؟ اصطلاحاتی که من والا در این 40-50 سال تازه من الان دارم میشنوم، نمیدونم اینها از کجا در اومده، این نوع عربده کشی، این نوع موسیقی، یعنی واقعا نسل جوان ما با این نوع عربده کشی، با این نوع حرکات، با این نوع جلف بازی ها واقعا یعنی به آرامش میرسن؟ به اون خواسته هاشون دارن میرسن؟ ما به کجا داریم میریم؟ واقعا فکر کردید به این ماجرا؟ حالا اصلا میگیم اون نوع موسیقی حجبی که الان باب شده، چون در هر صورت موسیقی تحت عنوان رپ به نظر من موسیقی بسیار محترمیه، یک موسیقی هستش.
حالا ممکنه محتوای صوتی خیلی بالایی نداشته باشه، قابلیت آنالیز و تحلیل بالایی نداشته باشه، ولی اون کسی که وارد این نوع موسیقی میشه، اولا بسیار باید حافظه گفتاری خیلی سریعی داشته باشه، دایره کلامی بعد جالبی داشته باشه که بتونه کلمات رو سرهم بکنه، این کلمات دارای معنا باشه، حرفهای روز باشه، دردهای مشترک جامعه باشه. بنابراین اگر کسی هم وارد موسیقی رپ حتی میشه، من نمیگم حالا بنده شاید اصلا مثلا موسیقی مورد علاقه من اینو موسیقی نباشه، ولی بسیاری از رپرها رو میبینیم که حرفهای بسیار خوبی هم دارن میزنن، بسیار هم محترم، برای نسل جوانم عالی. حالا من در مورد موسیقی های جدیتر فرض صحبت میکنم، هرچند که من موسیقی رپ رو هم یک موسیقی جدی میدونم و رپرها رو بسیار آدمهای دردمند و آدمهایی میدونم که برای جامعهشون دارن فعالیت میکنن و شما میبینید در کلامهاشون، حالا ممکنه شعر سعدی و حافظ و مثلا مولوی و سایه و مثلا استاد شفیع کدکنی نباشه، ولی حرفهایی که دارن میزنن حرفهای روز مردمه، دردهای مردم هست و این بسیار محترمه از نظر من. ولی یک سری لودگری ها و یک سری جلف بازی ها و کارهای بی محتوا و بی هویتی که در قالب موسیقی های مختلف داره انجام میشه، حالا چه موسیقی محلی، چه موسیقی پاپ، چه موسیقی به خصوص سنتی ما داره انجام میشه، که حالا بحث سر سنتی و ملی و اینها به عبارتی زیاد هست. من حالا اینکه سنتی میگم اون مفهوم عامیانه ای که در این 4-5 دهه باب شده رو من دارم میگم، وگرنه ما موسیقی ردیف دستگاهیمون اصلا با موسیقی سنتی کاملا فرق داره، این رو میدونیم. اصلا موسیقی سنتی تعریف دیگری داره، برمیگرده به یک سری آداب و آیین و سنت ها و رسوم و مثل عروسی و عزا و اینها، ربطی به موسیقی ملی ما نداره که حالا از یک زمانی با توجه به گردآوری مناسب خوانی ها و گردآوری گوشه های مختلف و آوازها و الحان مختلف تحت عنوان ردیف اون گوشه های مرتبط به هم و نزدیکتر به هم به صورت پلوار آمدند، حالا تحت عنوان موسیقی ملی در قالب های مختلف، حالا به صورت تلفیقی ارکسترال، به صورت گروه نوازی، انواع حالت های مختلف، بالاخره این موسیقی پیشرفت کرد. حالا آنچه که تحت عنوان موسیقی ردیف و دستگاهی، حالا ملی بگیم، سنتی بگیم، هرچی بگیم، چرا این نوع موسیقی الان به این قهقرا و به این لودگی رسیده؟ نوازندگانی که از حد اقلهای لازم برای روی صحنه رفتن برخوردار نیستن، از جمله کوک ساز، از جمله محتوای اجرایی و از جمله اصلا تکنیک اولیه‌ای که بعد روی ساز داشته باشن. خب اینها واقعا این حرکاتی که میکنن، حرکات سر و گردن و نمیدونم جلف بازی هایی که روی صحنه در میارن، آیا واقعا براتون جذاب هستش؟ و آیا سوال من اینه که موسیقی که ما الان داریم ارائه میدیم واقعا بعد به اینجا میرسید که مردم مثلا احساس جذابیت بکنن؟ نمیشه مثل آدم نشست کار جدی ارائه داد؟ آیا هنرمندان بزرگ ما، حالا کسانی که جدی تر بودن، این حرکات رو میکردن در حین اجرا؟ استاد شهناز این حرکات رو میکرد، استاد کسایی این حرکات رو میکرد، استاد عبادی این حرکات رو میکرد، زندیات پرویز مشکاتیان این حرکات رو میکرد، یحیی زرپنجه این حرکات رو میکرد، اسقر بهاری همینطور، بسیاری دیگر. یا در زمینه موسیقی های ارکسترالمون، استاد حسین دهلوی، زندیات مرتضاخان حنانه، حسین ناصحی، بسیاری از این بزرگان های این حرکات رو میکردن، این جلف بازی ها رو در می آوردن که حالا مثلا به چشم بیان، دیده بشند و اینها. بنابراین من معتقدم یه مقدار ما به خودمون بیایم، یه مقدار از این بیتفاوتی بیایم بیرون و یه مقدار احساس مسئولیت بکنیم. اگر برنامه جنبه آموزشی، تحلیلی و حرف برای گفتن داره، با گذاشتن نمیدونم تصویر گریان و خندان یک کله، این دردی رو دوا نمیکنه، یا کف دست بذارید به به چه چه، اینا درد دوا نمیکنه. دوستان دغدغه من باید تو این برنامه ها بیان شرکت کنن، مشارکت داشته باشن، نظر بدن. بحث یک فرهنگ، بحث یک کشوری هستش که فرهنگش داره رو به اضمحلال میره توسط یک مشت آدمی که دغدغه هنری ندارن، یک مشت کاسبی که فقط دنبال کلاشی هستن، دنبال کاسبی و پول درآوردن هستن، از معلمی که حق ساز و سازگر رو داره
نابود میکنه، یک سازی رو با قیمت بسیار پایین میره میگیره به عنوان حق کارشناسی، چند ده برابر این به این قیمت برمیداره به یک هنرجویی که هنوز آگاه نشده غالب میکنه. این کارها واقعا آیا در شأن هنر موسیقی ایران هستش؟ یا بالعکس سازی رو میبینیم که فرض چند تا ساز ساخته دست دو تا هنرمند افتاده، حالا مثلا اونا به به چه چه کردن، حالا ده برابر بعد اینو به یک هنرجوی مثلا تازه کار بیاد قالب بکنه؟ آیا فکر اینو کردید که آقا اینا بیزار میشن از این موسیقی؟ خود من بعضی اوقات در خیابون جاهای مختلف میرم خجالت میکشم بگم من دست اندرکار موسیقی هستم و همیشه سعی میکنم خودم رو به عنوان یه شغل دیگری، ناشری، شغل دیگری خودم رو معرفی کنم، چون واقعا انقدر این دوستان و همکاران ما به خصوص در رده های بالا فاتحه این هنر رو خوندن که آدم خجالت میکشه در یک وادی بلندش بره بگه من کارم موسیقی است، در زمینه موسیقی دارم فعالیت میکنم. انقدر یعنی باید صنف ما بدنام باشه؟ شما از تشکلات خانه موسیقیش بگیرید با اون انتصابات و انتخابات و مسخره بازیایی که تو خودشون رایج هست، اون مثلا صنف ما هستش. معلمین سنتور، تار، ستار، کمونچه، نی، فلان، شما رده بالاهای ما رو نگاه کنید، طرف معلم مطرحی که میتونه یه هنرمند تراز اول باشه بلند میشه میره با یک سنتورساز شیرازی نمیدونم فلان. من خوشبختانه این مسائل رو نمیدونستم تا زمانی که وارد این شبکه‌های مجازی یا به قول بعضی دوستان مزاجی نشده بودم. واقعا آدم متاسف میشه این بحثا رو میشنوه که طرفی که باید الان هنرمند تراز اول این مملکت باشه بلند میشه میره با یک سازسازی حالا در شیراز، در نمیدونم استان فارس کجا، یک سری سازهای متوسط به پایین و بیکیفیت و با چندین برابر قیمت به این اون غالب میکنه. آیا این در شأن یک معلمه، در شأن یک هنرمنده؟ یا یک مثلا هنرمند دیگری بلند میشه میره نمیدونم یه کارگاهی میسازه، اسم نمیدونم فلان و اسم فلان و 6 تا 7 تا اسم برای سازاش میذاره، برای هر کدوم یه قیمت کاذب میذاره، هر کسی بلند میشه میره از این آدم میخره، بعد اون طرف مثلا بلاک میشه، مسدود میشه، فلان میشه. آخه این بعد این چه آینده‌ای برای این آدم ها میمونه؟ آیا واقعا ما هنر رو به خاطر این مسائل شروع کردیم به کار کردن؟ بچه‌هایی که از رو عشق و علاقه از روز اول میان وارد وادی هنر میشن به خاطر این مسائل دارن وارد وادی هنر میشن؟ یه مقدار به خودمون بیایم، یه مقدار از این بیتفاوتی بیایم بیرون نسبت به این اتفاقاتی که داره در شبکه‌های مجازی یا به قول من مزاجی داره میفته، واقعا نسبت به اینها بیتفاوت نباشیم. ما به صورت جمعی میتونیم جلوی این حجمه رو بگیریم، جلوی این شارلاتان ها رو بگیریم و اینها رو بشناسونیم به مردم و مخاطبین. مردم واقعا گناهی نکردن، همه که نباید آگاه به دنیا بیان یا آگاه بمونن. من و شما وظیفه داریم که به دوستانی که تازه وارد این عرصه میشن، خیلی از دوستان قرار نیست نوازنده، موزیسین، آهنگساز، تنظیم کننده و بسیاری دیگه از مسائل هنری موسیقی باشن، دوست داره فقط در حد نوازندگی مقدماتی بیاد یک چیزی رو یاد بگیره برای دل خودش علاقمند بشه. به قول استاد پایور، ما اینقدر که به شنونده خوب و تربیت شده نیاز داریم، به هنرمند نوازنده و آهنگساز و موزیسین نیاز نداریم الان. بنابراین این افرادی که میان خیلی هاشون قرار نیست نوازنده بشن، ولی ما میتونیم اینها رو دغدغه‌مند کنیم، میتونیم اینها رو علاقه‌مند کنیم به نحوی که دنبال کننده آثار هنری ارزشمند باشن. فقط و فقط باید فکر ما این باشه که یک سازی رو با ده برابر قیمت به اینها بچپانیم و بعدم بگیم خیلی خوب حالا یه نفر دیگه، این که این مهره سوخت یه نفر دیگه. واقعا این چه ذهنیتی در جامعه ما، در مردم ما از یک هنرمند داره ایجاد میکنه؟ آیا واقعا مناسب این ماجرا، واقعا در شأن هنر این سرزمین هستش؟ واقعا کمی بیایید به خودمون بیاین روی این مسائل همفکری کنیم، بنویسیم، نقد کنیم و این مسائل مطرح بشه. من واقعا میبینم متاسف میشم یه سری بزرگان نسل قبل ما، من اسم میارم، آقای حسین علیزاده، نمیدونم خیلی از هنرمندان، من نمیخوام حالا به قول خدا ها گفتم اسم میارم ولی نمیخوام حالا اسم، همین آقای علیزاده، آقای علیزاده چرا سکوت کردید؟ چرا بی تفاوت از مسائل میگذرید؟ و بسیاری دیگر از هم نسلان شما، همه تون سکوت کردین، همه تون بی تفاوت دارید میبینید این اچافاتو، چرا سکوت کردین؟ چرا بی تفاوت هستین؟ همه چی که منافع جیب و منافع پول و نمیدونم اینها نمیشه، آثار ارزشمند شما به کنار، یه بحث، مسائل دیگر رو باید یه مقداری بی تفاوتی رو کنار بذارید حرف بزنید. حالا من سایر بزرگان دیگر اسم نیاوردم، شما رو به عنوان بزرگتر به قول معروف این وادی
آدمی میدونم که حرف میتونید بزنید، آدمی میدونم که صاحب تفکر و اندیشه همیشه بودید. از شما من خواهش میکنم، سالهای سال شما بی تفاوت هستید، فقط در یک سری مراسم کلیشه‌ای مزخرف میرید شرکت میکنید، یک سری حرفای پرت و پلا میرید میزنید، حرفایی که بی ربط هستش، هیچ دردی به کمک مردم نمیکنه. یه مقدار به خودتون بیاین. مردم ما رو شما بعضی از هنرمندان گوسفند دارید تصور میکنید. بس کنید این داستانها رو و این مسائل رو. یه مقدار به نظر من باید از این بیتفاوتی بیایم بیرون. من یادمه که سالهای سال تلاش میکردم مرحوم زندیات پرویز مشکاتیان رو بارها بهشون میگفتم که چرا شما فعالیت نمیکنید، کار نمیکنید. ایشون میگفتن که من الان مردم رو نسبت به بسیاری از مسائل و دردهای خودم نامحرم میدونم. وقتی که مردم دردهای من رو نمیفهمن، دردهای جامعهشون رو نمیفهمن، من برای کی باید حرف بزنم؟ منی که تمام وجودم مردمم هستش، تمام وجودم فرهنگم هستش، تمام وجودم کشورم هستش. وقتی مردم کشورم حرف من رو نمیفهمن، حرف من رو نمیتونن احساس بکنن، من وقتی میام روی سالن، سه چهارم سالن من خالی هستش و مردم بعد در حال خمیازه کشیدن و بازی مثلا با گوشیشون هستن و یا دارن فیلم میگیرن و یا دارن چت میکنن و اینها، من برای کی باید بنوازم اجرا بکنم؟ بنابراین من معتقدم ما یه مقداری اگر ادعا میشه که رسانه نداریم، متولی نداریم، بسیاری از اتفاقات داره میفته، همین شبکه‌های مجازی میتونه بهترین رسانه باشه، به شرطی که ما یه مقدار متحد، منسجم، محکم و هدفمند به این مسائل چالشی بپردازیم، روی اینها بحث بکنیم و سعی کنیم اینها رو به یک نتایج مطلوب برسونیم. به نظر من ما میتونیم و به بهترین شکل ممکن میتونیم مردم و مخاطبین هنر موسیقی رو آگاه بکنیم و از این شرایط و این منجلابی که برخی از این افراد سودجو و کلاش و شارلاتان به وجود آوردن، ما اینها رو نجات بدیم و آگاهشون بکنیم. امیدوارم که دوستان در این گونه مباحث، که من قطعا این مباحث و گفتار با دوستان رو در شاخه ها و وادی های مختلف ادامه خواهم داد، شرکت بکنن، همیاری بکنن، نظر بدن و بی تفاوت فقط مثل بعضی از این دوستان نمیدونم یه استیکر کله بذارن، یه استیکر خنده بذارن، گریه بذارن، نمیدونم یه حرکت تایید، نمیدونم شست دست بذارن، اینا رو بذارید کنار، نظر بنویسید، حرف بزنید، ایده ارائه بدید. ما اصلا الان نیاز به استیکر رو نمیدونم سر و کله و اینها نداریم. خواهش من اینه که یه مقداری نسبت به فرهنگ سرزمینمون احساس مسئولیت بکنیم و بی تفاوتی رو بذاریم کنار. واقعا فرهنگ ما رو به نابودی هستش و من و شما باید به این ماجرا برسیم و این رو به یک سرانجامی برسونیم. باز هم ببخشید که من یه مقداری به خاطر اینکه زمان طولانی نشه، خب گفتار تندتر و سریعتری داشتم و خیلی نشد موجز رو با آرامش بیشتر صحبت کنم. بیشتر به این دلیل من سریعتر صحبت میکنم که از زمان استفاده بشه و خیلی سپاسگزاری میکنم از دوستانی که این مدت همراهی کردن، همیاری کردن و امیدوارم بتونیم با این مجموعه گفتارها به یک سری اهداف خوب و منسجم در وادی هنر سرزمین ایران برسیم. خیلی ممنون، با سپاس.